سلام رفقا، حالتون چطوره؟ اسم من نیماست و خیلی خوش اومدید به کانال من و اپیزود پنجم واکتروه بازی بایوشاک اینفینیت که داریم داستان کاملش رو هم تعریف میکنیم. امیدوارم تا اینجا لذتش رو برده باشید. اپیزود پیش اومدیم در واقع پیش ایشون باهاش یه مبارزه ریزی داشتیم، فهمیدیم که اصلا کامستاک چرا کلن انقدر توسط واکس پاپولای منفور از نظرشون و دوست دارن براندازی بکنن حکومتش رو، و از طرف دیگه یه چیزایی هم راجع به گذشته خودمون فهمیدیم و بالاخره متوجه شدیم که اصلا الیزابت کیه، چی کار است و چرا کامستاک انقدر دنبالش و براش اهمیت داره، و از طرف دیگه این رو متوجه شدیم که بوکر توی یه دوتا جنگ بزرگ شرکت کرده بوده، یکی جنگ ووندنی و اون یکی چیزی نبوده جز در واقع یه دفعه آروم دارم حرف میزنم. و اون یکی هم باکسر که در واقع یک نبرد ضد شورش بوده. توفنگمون تیر نداشت، فعلا اینو برداریم. اما توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ یه سری مسائل مهمتر. کجا رفت واسه خودش؟ بی اینجا دادش، بی اینجا آروم بیا باید، بیا بس بله با تکاتو خوردی. من این رو هم بذارم روی همون بیلد خودم، لذت باید بود از تجربه این بازی. And then there's finding pleasure in the act. Booker. Look, you seem like a decent enough sort. That said, the less you know about me, the better. Okay. اینجا دقیقا اون مکانیزمی که دنبالش بودیم به درد بخوره. نگفنیم؟ بخوره. تونی دوباره سریع بزدونیم؟ برگرد. حالا باید بریم در واقع اون حالت تلکابین توریه رو فعال بکنیم که بتونیم به کمکش بریم داره. ایت شد آما شده میانتو چه میکنه این نیمانتو؟ چه میکنه این بازیکن؟ کجا رفت اون یکی؟ بیا کتکتو بخور. ایزی دام بمیر. اه تو هنو زنده ای؟ خدا فز بابا. ایزیه اصلا این چیزا واسه ما ایزیه. اوکی اینجا لوتمون رو کامل کنیم، سالتمون رو هم برداریم. اینجا هم یک در واقع چیزی بود که میشد فعالش کرد با الکتریسیته. اینجا باز میشه واسمو. کلا خوب باید بگردی چیزایی که به فهم بهتر داستان کمک بکنن در واقع توی همین گوشه و کنار مسیر قایم شدن. مثلا اینجا الان از این لاک پیکا داشتیم و یه دونه گیر. چیه این؟ میگه اگر از طریق اسکایلاین بپری پایین رو سر انمی ها، اینا رو ناک بک میکنه، پرتشون میکنه عقب. من قطعا یه چیز بهتر دارم نسبت به این، بنابراین استفادهش نمی کنم. این برم هست، ببینیم این بر چیه.
این همون اسنایپر است که ما رو داشت میزد دیگه، که اپیزود پیش به خدمتش رسیدیم. چیز دیگه ای هم نبود که برداریم، پس بریم ادامه مسیر رو. خیلی بازی جذابیه واقعا از هر نظر که بهش نگاه بکنی. میتونه هم از نظر داستانی و هم از نظر خارجی نظر منو خوشم نمیاد. بابا سگ پدر RPG نزن به من. بذارم روی اون چیزی که دوست دارم. البته این داره دونه دونه شون رو واره میکنه، من نیازی نیست تلاش اضافه بکنم، ولی خب اوکی. همه بلایی سرشون رو، چقدر سگی جونی تو. بمیر داداش. آما شالله، آما شالله. حالا میشد نیفتی پایین ها ما این آیتمات رو برداریم. ارتا آیتماش اینجا موند خدا رو شکر. هم که اچ پی اچ پی مون پره، نیازی نیست. بریم پایین ببینیم اون سم چه خبره. اوکی حله. او یه دونه از این گولاخ ها پایین منتظره. تیرها تموم شد، تیر تموم شد. بابا بجم دیگه. چه فرستاد همه شبه رو هوا ترکی. تو همینجوری بمیر. رو هم ملت خجالت هم نمی کشم. Mr. Dewitt. The name's Booker. I'll be certain to attend to that distinction. اینجا بهش گفت واسه اولین بار که دیگه بوکر زدم. If you're interested, I spotted some supplies over there. For the glory of Colombia. چی داره؟ ای بابا. Need this? اینا رو این کار نمیکنه. تمام. ایزی. اصلا بازی هلوه، یعنی شما واقعا میتونید از تجربهش به عنوان یه بازی اکشن لذت ببری، به عنوان یه بازی داستان محور لذت ببری، یه پکیج کامل واقعا با ایشاک اینفینیت. و از اون معدود بازی هایی که یه پکیج کامل به نظر من ارائه میده. سالی که اومد تنها بد شانسیش این بود که با لست آواز و جی تی ای بود، وگرنه شاید میتونست حتی گوتی هم بشه. به نظر من اون سال جزو بهترین بازی های ممکن بود. خیلی سخته که در کنار در واقع بتونی جی تی ای و لست آواز تبدیل بشی به یه بازی بزرگ، ولی با شک اینفینیت این کار رو انجام داد. اوکی بریم سراغ How do you do that? Whatever it is. But Justin said, "Don't name me." Yeah, and what did that teach you? That there's a world of difference between what we see and what is. در مورد همین دنیاهای
موازی داشت صحبت میکرد و میگفت که خیلی میتونن دنیاهای متفاوت تری باشن به نسبت چیزی که ما میشناسیم و ما دیدیم. اوکی، رسیدیم به همون جای مد نظر. اه اشتباه چرا میزنی نینا؟ چرا اشتباه میزنی آخه؟ حالا با بیایم اینجا، یه دستگیره است دیگه، اینو با بکشیم که این ترنه بیاد و ما رو ببره. My sweet Elizabeth. Once he has what he needs, he will leave you alone. What else could you expect from a liar and killer of women? Comstock. Father, prophet, whomever you are, I'm leaving and there's not you can do to stop me. Oh, sweet child. That's where you're wrong. Okay. Comstock گفت که این ولت میکنه میره موقعی که استفاده هاشو ازت کرد، بی خیالت میشه. ولی الیزابت برگشتش گفت که من دارم میرم، اسم پدره نمیم پیامبری هرچی که هستی واسه خودت هستی، ولی من دارم از اینجا میرم. اوکی انده سالتو آما شالله ایزی. Open it. Sniper rifle اونقدر به کارم نمیاد واقعا. کجا داری میزنی داداش؟ پرالا آما شالله ایزی پیزی. Easy peasy. That one! Now! There you go! میمیر بابا، این چرخ خیاطی رو دوختم به همونجا. Ammo! Take it! نه داداش! آماشالله! آب جی الله! یه نهیه یا؟ یه بینم آماشالله ایزی پیزی کیف کردیم، خدا وکیلی کیف کردیم. بابا سگ ای بیشرف، بیشرف بد زد دیگه. الیزابت زندمون میکنه که همه چیز خیلی سریع تر پیش بره. کجا رفتم؟ بیا بابا بیمی دادم پایین؟ چقدر بد پریدم. بمیر سگ پدر. آماشالله ایزی اومدی؟ بیه دیگه آمد. هنوز تو کامبت هم چی مونده دیگه؟
دور تا دور شهر اینجا. این بابا شما رو هم بزنی. منو نزن. خوشم نمیاد. این هم یه نوشه دیگه. بعضی پر رو هم. حتما با اینجوری چکیشون کنی. دست من کنی؟ خودش میخواد. تنش میخواره یارو. چاره چی؟ آدم باید بزنه دیگه. اوکی. این سراغ اصل ماجرا. ببینیم دنیا دست کیه. Think you can crack this one open? Okay. بده باز کن. ماشاءالله دختر. ای کله دختر. Ready. ای والله دختر. بریم به سمت ایرودروم. Kept repeating a woman's name. Anna. I don't want to talk about that. I'm sorry. I shouldn't have pried. اوکی گفت ببین همش اسم یه زنی به اسم آنا میاد. اون چیه؟ خب نمیخوام در مورد شرف بزنم. It was a fine thing you came along when you did. How do you think I ended up here? I gambled and now I owe money to men you don't want to be in debt to. I come here to pay it back. Me busting you out. What do you think that was? Charity? Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. اوکی. هوکر گفت که من به خواست خودم اینجا نیست. من قمار کردم، کلی پول بدهکار بودم و مجبور شدم در ازای اینکه اون پول رو پس بدم بیام و تو رو نجات بدم. گفت کی اومده این درخواست رو به تو داده؟ گفت یه سری آدم خواستن، خیلی نمیشناسمشون. کلن هوکر شاکیه، او اعصاب معصاب نداره. Much obliged. Much obliged. خب این بر چی داریم؟ اینم که نمیخوام، به کارمون نمیاد. بریم سراغ اون ایرشیپی که واسش اومدی. چی میفروشی؟ همچنان نمیتونیم آپگرید کنیم. اوکی. بمیر بابا. دید از دماغش خون اومد. نایس. ماشاءالله. خدافظ. اعصاب مصاب نداره نیمانوترون. تو همی اینجا بمیر کچل. دیگه نه یا اینا نمیفهمم. کاش میفهمیدن واقعا. اوکی. اینم از ایشون. اینم از ایشون. این برچی داریم؟ یه لک پیک و یه ویدیو. A City Mourns. اوکی، در مورد لیدی کامستاکه. یه در مقبره لیدی کامستاک به روی مردم بازه. یه کولومبیا فداکاری تو رو هیچ وقت فراموش نمیکنه لیدی کامستاک. همچنان شاهد این هستیم که هر چیزی که به کامستاک در واقع مربوطه یه جورایی داره تقدیس میشه. Looks like they call you the false shepherd and you the lamb. Let's not call each other that. Suits me. How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a prophet on their side. Har har. Or them that hired me also wrote the signs. Why? Got me. اوکی. رسیدیم به همون ایرشیپ مد نظرمون واسه اینکه بتونیم از این گورستونی فرار کنیم. در به
سالتمون میدیم، یکم بیاد بالاتر بتونیم کمبوهای جذاب تری بزنیم. اما بریم سراغ اصل ماجرا. اینجا نگه میخوام پاریس رو ببینم، میخوام همه چیز رو ببینم. That's not Paris, that's New York. That. One thing I had in that tower was time, Mr. DeWitt. Time to study things like geography. I owed money. And there's a fellow who... He offered to wipe away my debt in exchange for you. Come on. یکم عجیب گریه نمی کنه؟ به نظر مصنوعی میاد، نه؟ Come on. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me and we can... دیدیم پدر سوختگی ریش بود. یعنی اصلا شما از اکتش میتونستی بفهمی که این داره الکی گریه میکنه که یه فرصتی پیدا کنه از دست دوئت فرار کنه. چرا؟ موقعیت مکانی رو دید و دید موقعیت مکانی پاریس رو نزده بوکر و در واقع موقعیت مکانی نیویورکه و گفت فکر کردی من این همه سال توی اون تاور داشتم چیکار میکردم؟ جغرافی هم خوندم دیگه، طبیعتاً با یه احمق طرف نیستی. و یه فرصت پیدا کرد واسه یه فرار کرد. اوکی؟ اینا کیان؟ شبیه لباسای واکس پاپولای تنشونه، سیاه پوسته و یه چکم خوابون تو صورتم. ما چی کاره بودیم؟ بالاخره دیزی فیتزروی. فیتزروی؟ Nothing but. I got no quarrel with you or your vox populi. This is my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Really? Because it sure look like old Comstock's airship to Listen, me. Listen, I ain't looking for a fight. There's already a fight, DeWitt. Only question is, which side are you on? Comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk, then join the vox. If you believe in the righteous folk, then join the vox. I just want my ship. And the vox shall give her to you. But first, you must help the vox. Down in Finkton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. Get our guns from him, and you shall have your ship back. Okay. خب از این واکس پاپولای و رهبرشون دیزی فیتزروی رو دیدیم که گفت که تو میخوای اینجا فرار کنی، این کشتی رو میخوای، پس باید ساید خودتو مشخص بکنی، یا با مایی یا با کامستاک، و اگر میخوای این کشتی رو بهت پس بدم باید چیکار کنی؟ بری سلاحایی که متعلق به ماست رو برامون بیاری تا ما بتونیم جلوی کامستاک بیستیم. این اولین رویارویی ما با فیتزروی. یه جورای دیگه وارد جنگ بین اینا و کامستاک شدیم، کاریش هم نمیشه کس. اوکی. این رو میشه، دیویل کیس رو هم میشه. فکر کنم به دیویل کیس بدیم بهتره، به خاطر اینکه دمیجش رو بیشتر میکنه، که اتفاق خوبیه واسه اون کمبو دوست داشتنی خودم، فوق العاده میتونه کاربردی باشه. حالا شیره چرا ناراحت بود؟ یه جمله جالبی هم گفت این لیدی فیتزروی. برگشت گفت که کامستاک خدای آدمای پولدار و
سفید پوست و ضعیفه یه جوری. منظورش حالا بیشتر آدم های ضعیف منظورش اینجوری بود که زحمت نکشیده. براست هم میگه آدم های سختی ندیده. اوکی، اینجا رو هم میبینید دیگه، دوباره همه سیاه پوستا مشغول کارن و اینی هم که اینجاست قطعا ایرلندیه، آیریشه طرف که اینجاست، وگرنه اون بالا مالا لابلای پول دارا میشد پیداش کرد طرف. یه لاک پیک اینجا داشتیم. آیس بولوار. و اینجا متعلق به فینکه، همون فردی که در کنار کامستاک توی ساخت تکنولوژی کلیه کولومبیا سهیم بوده و خیلی چیزهای دیگه. See my friends, the idle hand is the tool of the devil. You take it out of here, snipe. You want to know what we do to pretty little stowaways? Okay, Elizabeth. Hey! Just stop for a minute. Why sadiye? بابا بیا، کاریت ندارم دختر، آروم بگیر. بیا. بیا بیا آروم بگی، بیا صحبت کنیم. I just wanna talk to you. به خدا میخوام باهات صحبت کنم. ای بابا باز نکن، این چه وضعشه؟ Just hold up for a minute. I'm not angry with you. Hey, watch out. Move it. Move. بابا بذار برم. او شیت، قطار این واسه چی کنه میکنه؟ Don't go in there. I have no need of one such as you. بذار منم بیام. بذار منم بیام. ای لعنت بهت. ای لعنت بهت. حتما همین کارو باید میکنم. میگرفتنه. There's gotta be another way. They called Slade a monster and a traitor. I know the men who died in All of Heroes with Captain Slate. There is no shame to be counted in their number. The shame lies to we who assembled outside the hall. Though we were not the ones who fell, I feel only envy for those who perished under his banner. باز هم در مورد همین وضعیت نابسامان چیز بود که آقا یه سری ها به حق میمیرن، یه سری ها به حق مثلا دارن این کارهایی رو میکنن، ولی مثلا کامستاک و فلان و بیسار نمیخوان قبول بکنن. بلن همه این واکسافونا دیالوگ های مهمی ندارن. صداش میاد، کجایی؟ بابا ولش کنید دیگه، ولش کن، با منه، به خدا با منه. حالا تو یکم بذارید چیز شه، من لوت همو بکنم، چیزیش نمیشه. نمیره بابا. چیو میزنی داداش؟ با چماغ اومدی منه با اسلحه رو بزنی؟ بکن
بذار من آقا وای میسه بزن هر چقدر دلش میخواد واسه خودش بزن تمام دو ساعت داشت میزد واسه خودش بزن خب تهش چی؟ تهش اینه که میمیری دیگه به دست کی؟ سلطان نیما نوترون ایزی کی؟ با کی؟ الان تو دقیقا با کی دای؟ الان دقیقا با کی بودی؟ یه دور دیگه مردشی بگو بگو تا بزنم تو سرت کجایی هستن خب داداش؟ این بالایی تهش همینه تهش همینه من بهش گفتم خودش گوش نداد اوکی از ایشون شما چی میدی؟ بذارید من یکم تیر بخرم چون تیر نداریم وقتی هم که تیر نداریم اوضاع خطری میشه اوضاع که خطری بشه خوب نیست اتفاقای بد میفته واسه آدم بنده خدا هم که انداختن زندان و پوسیده از خودش بابا یه دقیقه صبر کن ای بابا ای بابا دختری چموش ای بابا ای بابا اگه گذاشتن یه دقیقه آروم بگیر یا قمر بنی هاشم یا موسی بن جعفر او شیت نه 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 ول نکن ول نکن این بد او چی شد الیزابت زد بسامو هی I'm slipping. Do not attempt to follow me, Mr. DeWitt. Elizabeth, I've made an arrangement to get our airship back. You can get us out of here. Yes. I just need to supply enough weapons to arm an entire uprising. And where will we get these weapons? From one of our many friends and allies? A gunsmith in Finkton should be a walk in the park. What do you say, partners? You're a liar, Mr. DeWitt. And a thug. You're also my only means of reaching Paris. روکر در واقع بهش گفت که من یه راهی پیدا کردم که بتونم ایرشیپمون رو برگردونیم تنها راهش اینه که بریم به یه در واقع معدن سلاح گان اسمیت که مثلا حالا میشه فروشگاه سلاح فروشی یا حالا هر چیز دیگه ای کارخونه ای تولید سلاح شما فرض بکنید توی فینکتن و سلاح بیاریم و ایرشیپمون رو برگردونیم گفت پارتنریم شریکیم از اینجا به بعد گفت تو یه دروغگویی و یه آدم خلافکار و هنوز رابطهش با ما درست نشد بریم حالا سراغ ادامه ماجرا میبینید هنوز شاکیه میگه که عادت نکن به این همراهی من قرار خیلی زود از همدیگه جدا بشیم خب آپگریدی داریم داریم ولی پول نداریم 391 میخواد بریم به سمت فینکتون یه منطقه کاملا صنعتی اوکی یه ویدیوی دیگه چی داره میگه؟ میگه لیدی فیتزروی
آدم ها رو داره به تباهی میبره. این واکس پاپولای یک در واقع مسیر اشتباه واسه آدم ها. فقط به کامساک بعد دیدن این ویدیوها باید بگی تو خوبی داداش. به خدا She's good for an airship. I don't care if she's the queen of Holland. Okay. یه دونه واکسافون داریم از فیلم. Illegally. Let's look for another way in. Nonsense. I tell you, belief is just a commodity. Old Comstock, well, he does produce, but like any tradesman, he's obliged to barter his product for the earthly ores. You see, one does not raise a barn on song alone. No, sir. That's fink timber, a fink hammer, and fink's hand to swing it. He needs me, lest he soil his own. حرفای جالبی زد فینک و یه جورایی داره رابطه خودش با کامساک رو بیشتر تشریح میکنه. میگه که کامساک کسیه که میتونه تولید کنه، اما واسه عرضه این چیزهایی که داره نیازمنده یه کسی مثل منه. اون به من احتیاج داره و بدون من نمیتونه اینجا رو مدیریت کنه. بخوای نخوای راست هم میگه. Just what the doctor ordered. Okay. تو نمیدونم امتحان کنی. اینم سلاح خوبیه در نوع خودش. اوکی. بریم از این سمت. این ور در واقع غیر قانونی بود. نمیشد از اینجا وارد شد. برای همین باید دور شمسی قمری بزنیم تا که مقصدمون برسیم. Got a lock here. بودو بی در واقع کن دختر. ماشاءالله. با اینقدر دست به سینه نباش واسه ایما. اینقدر جست نگیر واسه ایما خوب نیست. ما دوستت داریم. For the glory ببین من کله رو آماشه این از شما، این از شما، ای شما مردی به این زودی، قرارمون این نبودا، شما هم بمیر کله ایزی شما هم خدا فرز. Thanks. Ammo, catch. Okay. خوب بشینه که من با هر اگزیکیوشن این مدلی یه مقدار هیل میشم. راضی هم هستم از این قضیه. I've got medicine. بده من. آه ماشالله. HP رو بده. Thanks. متشکرم. تمام. شما از کجا اومدی؟ خیلی زود رفتی که داداش. میموندی حالا یه ذره پیش ما. راضی به زحمتت نبودیم به خدا. متشکرم آبجی. آستینش هم پاره شد. اگر دقت کنید اونجایی که پلیس ها اینو گرفته بودنش آسینش پاره شده. دیتیلش خیلی جالبه، کلن طراحی مدل ها، این که به مرور تغییر میکنن و همه اینا جریان های جالبی. این رو هم که برمید Can you open this, Elizabeth? That won't take but a minute. Okay. اینم باز کردیم. این ور چی داریم؟ خب.
الان میشه؟ امیدوارم که بشه. خب حل. الان یه لول دیگه بردیمش بالاتر و حجم خشابمون بیشتر شد. ظرفیت خشابمون درست‌تر. اینجا چیزی داریم؟ خب. بیا پایین آسانسور. مثلا حتی این دیتیل های ریز هم توی بازی جذاب است. He must have worked here. This is my mother's diary. Why would Slate have it? My husband claims the child was created from whole cloth by divine will. I am a believer, but I am not a fool. His bastard shall not be raised under this roof. My mother. She had me locked in that tower. Elizabeth. I just want to get out of this city. این دفترچه‌ای که پیدا کرد واسه اسلیته، همون کچله که اپیزود پیش زدیمش، و این در واقع لاکرش بوده، در واقع همون کمدش بوده. اینجا کار میکرده اسلیت قبلا، همونطور که قبلا هم اشاره کرده بودم جزو دم و دستگاه کامستاک بوده، ولی بعدن بهش خیانت میکنه، پشت میکنه و به خاطر اون بدیایی که کامستاک کرده بوده بهش میره جلوش وای میسه. توی این دفترچه خاطراته که پیدا کردیم مال مادره، در واقع این دفترچه خاطرات مادر الیزابت بوده، یعنی لیدی کامستاک. چی گفتش؟ گفت که من به کامستاک باور دارم، به در واقع اون چیزی که هست ایمان دارم، اما احمق نیستم. این بچه‌ای که اوورده اصلا معلوم نیست از کجا اومده، میگه که خدا به ما داده، فلان شده، بیسار شده، ولی اینجوری نیست. این یک بچه حرومزاده است و فکر میکرده که کامستاک رفته با یک فرد دیگه ای خوابیده و در نهایت این بچه رو اوورده و میخواد بزرگش بکنه زیر نظر لیدی کامستاک، و لیدی کامستاک با این قضیه کنار نیومده بوده و الیزابت رو توی اون برج حبس میکنه. و اینجاست که تازه الیزابت میفهمه چرا اونجا حبس شده بوده. میبینی؟ داستان هی فورتون داره باز میشه. مثلا آیا واقعا کامستاک به همسرش خیانت کرده بوده و یک بچه حرومزاده داشته؟ اینا همه سؤاله. To share with you my personal creed. What is the most admirable creature on God's green earth? Why, it's the bee. Have you ever seen a bee on vacation? Have you ever seen a bee take a sick day? Well, my friends, the answer is no. So I say, be the bee. Be the bee. به شعار فینگتون داره اشاره میکنه اینجا، که در واقع میگه تا حالا دیدی یه زنبور در واقع یه روز مرخصی بگیره یه روز سر کار نره؟ حیوان مفیدیه، پس بید بی مثل زنبور باشید. کارگر در واقع میخواست پرورش بده. هلو مستر فینگ پلیز. What's going on? Okay. DeWitt, Fink stands here. Listen, my boy, we've had our eye on you, and I can tell you right now that you are our top candidate. Top! Now, my associate, Mr. Flambeau, will help you with anything you need. What the hell was that? I have no idea. Pleased to make your acquaintance. Fink بهمون زنگ زد، گفت تو کاندیدای شماره یکمونی و هر چی بخوای در اختیارت قرار میدیم. Well, the man's got an ego. و این هم از فینک. تیکه جالبی انداخت بهش، گفت که این مرد همچین از غرور بیجا بعدش نمیمده. یه مجسمه طلایی واسه خودش وسط فینکتون ساخته. این آسانسورای بایشاک معرکن. دیتیل توشون موج میزنه.
Well, I'll tell you what. I'll be damned if I let any of you poor folk get robbed at some shady establishment. You see, the Fink Company store brings you Fink products at a price designed specifically for the Fink worker. همچنان داره خودش تعریف میکنه که آقا محصولاتی که ما تولید میکنیم حرف نداره، یک بینوله، نمیدونم، هزار و یک داستان. زر زیاد میزنه. Mr. DeWitt, welcome to Fink. ببینید واسمون variety of supplies here that should see you through your visit. میبینید فینکتون واسمون یه سری بسته هم فرستاده که ازشون استفاده هم بکنیم. But Mr. Fink's interest is strictly in the gentleman. Why? So sorry, young miss. But any questions Shira. Regarding the gentleman's application should be taken up with Mr. Fink directly. گفت که اصلا الیزابت در واقع گفت که آقای فینک هیچ علاقه‌ای به شما نداره. فقط به آقای مستر دوئت علاقه پیدا کرده و میخواد کمکش بکنه، میخواد ببینتش و ازش استفاده کنه. چرا؟ فعلا نمیدونیم، ولی توی اپیزود بعدی میتونیم حداقل بخشش رو بفهمیم. دمتون گرمه که تا اینجا با من همراه بودید. اگر تا اینجا بودید حتما ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت توپل جوندارم مثلا بذارید. اگرم دوست داشتید میتونید حمایت مالی بکنید از من، لینک ریمی توی دیسکریپشن هست. خیلی دوستتون دارم، تا اپیزود بعدی، خدافظ.